الرحمن الرحیم. به درس امروز خوش آمدین. درس ما از فایل خلاص شد و امروز درس از رایبون میخوام. رایبون، شما زمانی که در یک در قسمت مثلا این رایبون خود سفر اینی سفر به نام ورک اسپیس میگه و ایرم به نام رولر و ایرم رولر و ایرم اورزنتال اسکرول بار و دین اینجا که در درف و ورتیکل ای ورتیکل اسکرول بار و ایم اورزنتال اسکرول بار و اینی رم به نام استاتیوس بار میگه که جا پیج یک ورد پر جن نوشته است و در بعد از دی قسمت ما دارم دی جا لفت رایت و در بعد از دایجا اینی ها را برام رایبون تاب میگه ار کدام از را انزر دیزاین پیچ لی آوت ریفرینس میلنگ ریویو و هم ویو اینا برام تاب یاد میشه و ایرم برام داکومنت تایتل مثلا داکومنت تو آمده و دی قسمت هر تاب به خود یک رایبون داره. اینمی کمربانی که از اینجا شروع تا به اینجا خط میره یک رایبون است و دی انزرتم از اینمی کور پیچ شروع تا سیمبول دیگر رایبون و دیجا دیزاین از دیم شروع تا پیچ بورد در رایبون دیزاین است و بعد از پیچ لی آوت از قسمت مارجین شروع تا به این قسمت مربوط به رایبون پیچ لی آوت میشه و در رفرنس از تیبل کانتنت شروع تا به اندکس رایبون رفرنس و در ملنگ از انویلاپ شروع تا به این قسمت مربوط به رایبون ملنگ و دیجا در ریویو از سپلنگ شروع تا ریسترکتیدیتنگ مربوط به رایبون ملنگ و در ویو شروع از رید مود شروع تا به قسمت مایکرو از مربوط به رایبون ویو. اما دهم هر رایبون با خود به گروپ ها علایده تقسیم شده. مثلا این گروپ کلیپ بورد، این گروپ فونت و این گروپ پاراگراف و این گروپ استایل و این هم گروپ ایدیتنگ. خب بعد از او گروپ ها به کمند ها تبدیل شده. مثلا کمند کت، کاپی، پیست، پیست پینتر و پیست اسپیشل دیجه تقسیم شده. خب در اول ما کت و کاپی را میخوانه دیجه مساوی رند قوس باز دو قوس وسته انتر میکنیم و در بعد از او این ما میخواهیم که دیجه کت و کاپی کنیم. اول سلیکت میکنیم، سلیکت به چند قسم میشه. یک دیجه مثلا داخل خط بیا به طرف بالا کش کو سلیکت و یا بیا سر خط ساعت شد دبل کلیک کو یک لغات سلک میشه دبل کلیک دیگه بکو سه دبل کلیک کو در چی کل تکس انتخاب میشه و دیگه شی است که شما شفت در آخر چی استاد میشین در آخر خط استاد میشین شفت ماکم میگیرن از کیبورد و اروکی طرف چپ میزنین به طرف بالا انتخاب شده میره و یا که شما در اول خط استاد میشین شفت ماکم میگیرن اروکی طرف بالا را طرف راست میزنین انتخاب شده میره سلک شده میره یا در آخر خط استاد میشین شفت میگیرین اروکی طرف بالا را میزنین به طرف بالا سلک کرده میره یا شما در اول خط استاد میشین اروکی طرف پایین میزنین طرف پایین اروکی را ازش استفاده میشین سلک میشین. اما در قسمت ما کات کپی فرما پینتر و پیست پینتر داره. در قسمت در ایجا آل ما سلکشن و از اینی طریق هم ما میتونیم که سلک کنیم به قسمت به شکل و به این شکل هم میتونیم که ما سلک کنیم به شکل. خب چند طریق هم ما میتونیم سلکشن بکنیم و همچنان اگر تمام صفحات که تمام محتویات صفحه را میخواستن سلک کنیم کنترل ای بگیرین تمام محتویات صفحه ازش استفاده میشه. در بعد تو فایل در فایل اپشنز خب اپشن خواندیم دیجا مدارم آل این ما میخواییم که در پایین انتقال بدم طوری که اصل از فایل در بالا نمان کت میگیرم و بعد از در پایین میرم انتقال دیجا کنترل کنترل زد آل و رو از جا کت کرده میشن آل میخواییم که در پایین پست درجش کنم باز میم پست میزنم در پایین درج میشه. در بعد از کاپی خب این کتا ما میتونیم که از این قسمت هم بکنیم. در این قسمت ما کت و کاپی را اپشنش را بیاریم در مار کمانس در مار کمانس اینی کت است و ای هم کاپیز و در این قسمت هر اوکی. خب سلک میکنیم متن به این قسمت و بعد از او ای را بولد میکنیم و حالی از این طریقه ما میتونیم قیچیگه که بزنیم کت شد و در پایین میاره بشه
در قسمت پیستش میکنه، به این شکل پیست میشه. بعد از کت در قسمت خوب کت و کت دیگه از طریق کیبورد میشه، این را سلیکت میکنه میشه، متن سلیکت میکنه، کنترول اکس میزنیم کت میشه. در قسمت بعد از او کنترول در قسمت پیست میزنیم، از این طریق هم پیست میشه و از طریق کویک اکسس بار هم پیست میشه در مار کمانز می و در قسمت ما دارم پیست. خب فارمت پینتر در ایجام داریم و در قسمت پیست است، پیست اینی پیست است، پیست به قسمت و بعد از اوکی و پیست ما میتونیم که از اینجام بکنیم، در قسمت هم پیست کنیم و میتونیم از کیبورد هم پیست کنیم، کنترول وی پیست میشه، به این شکل ازش پیست استفاده کرده میتونیم. در بعد از کپی است، کپی و کت چه فرق داره؟ کت این محتویات که سب کت میکنیم، کنترول اکس میاردن در پایین منداختیم، ارتباط قبلیش از بالا قطع میکرد و در پایین پیست میکرد. اما در ای و در کپی اوتو نیست، کپی یک نقل رو نوشت از اون میگیره و در پایین پیست میکنه و طوری که اصل در بالا باقی میمونه. با شما از اینجا کپی بزنین و بیاین به قسمت بعد از پیست بزنین و در اینجا آل ام اونجا یک نقلش مونده، ام اینجا یک نقلش آورده. در بعد از ما کپی را از اینی طریق استفاده میکنیم، در اینجا میایم سلیکت میکنیم و در اینجا کپی بزنین و در قسمت بیاین پیست کنیم میشه، از این کیبورد از این کمان استفاده میکنیم پیست میشه و همچنان پیست شما از طریق کیبورد کنترل وی را بگیرن پیست کنین پیست میشه. و در بعد از او ما در قسمت دلیت میکنیم همه گیشه و در بالا میریم. در قسمت دیگه دارم کنترل کپی را از طریق کیبورد هم میتونیم، کپی را از اینجا میشه و از اینجا کپی میشه و از طریق کیبورد کنترل سی را بگیرن و بعد از در قسمت کنترل وی را بگیرن، در کنترل سی کپی میشه، در کنترل وی پیست میشه، به این شکل ازش استفاده میشه، کنترل زد. و در بعد از در قسمت فرمت پینتر دارم، مثلا این همی فرمت ها ما میخواییم که سر اینی تطبیق کنیم، چطور میتونیم که تطبیق کنیم؟ مثلا ما این را جور دیزاین کرده میشن، آره اگر این را برم دیگه علایده دیزاین کنم بسیار وقت میگیرم، بنابراین ضرورت نیست که من از روی همی یک کپی میگیرم و فرمت همی را کپی میگیرم در سر از تطبیق میکنم. باز ما میم فرمت پینتر را کلیک میکنیم، این شکلی بیرق برسک میگیره، کش میکنیم سر از تا آخره و بعد از اون میایم سر خب اولی را کپی میگیریم باشه، کنترل کپی و بعد از اون ایره سر ازی به رقم کش میکنه میشه، به این شکل ای فرمت ازی را به خود میگیره. و در بعد از اون ما پیست دارم، پیست به چند نواسته در یک قسمت سلیکت میکنم، کنترل زد، کنترل زد کپی میگیره ممورا، کنترل سی و در یک قسمت ما دارم پیست، پیست یکی دارم فرمت، یکی دارم مرج دارم، کپسورج دارم، یکی مرج دارم، یکم تکس اونلی دارم بچه بنام. مثلا شما این یک فرمت بده، در یک قسمت بیاین به این شکل و به این شکل فرمت بده نشن، در این شکل به رقم فرمتش میدیم و بعد از او در یک قسمت کپی میگیریم میشن و در اینجا میخوایم پیستش بده و اینجا هم یک پیست یک فرمت دیگه میدیم، به این شکل و به این شکل، به شکل ازی و به شکل ازی و به شکل ازی شکل در اینجا یک پیست فرمت دیگه هم میده. حالا من دو رقم چند رقم پیست دارم، یکی کپ سورس است که اصل همو فایل هم میاره در اونجا ار فرمت که در اونجا بود، کنترل زد و کنترل زد هم ما از چند قسم طریق میتونیم، یکی از طریق از اینکه کنترل زد از این طریق در این شکل، خب به این شکل استفاده میکنیم و بعد از اون کنترل وی، یکی کنترل زد ما از اینجا میتونیم، یکی کنترل زد اندوره اندور از اینجا میتونیم، یکم مثلا ریدو کنم بشن اندور از اینجا میتونیم، یکم از طریق کنترل زد از کیبورد و یکی ریدو را ما از این طریق میتونیم، ریدو مثلا اندو میزنیم پس ریدو میزنیم دوباره میاره و یکی امی ریدو را ما میتونیم که از طریق کیبورد بزنیم، کنترل وای ریدو میکنه دوباره امو محتویاتی که دادیم میاره. خب موضوع ما سر پیست بود، پیست. تشکر از شما که در درس امروز اشتراک کردین، وقتی کم داریم تا درس بعد خداحافظ و پیست در موضوعی بعدی میخوانیم. وقت خوش داشته باشید.